سلام و درود فراوان به همراهان ما در چنل دانستنی های جالب. در این قسمت اومدیم تا درباره یکی از بزرگترین پادشاهان ایران زمین باهاتون صحبت کنیم. کوروش بزرگ نخستین امپراتور از بزرگترین امپراتوری جهان باستان یعنی امپراتوری هخامنشیان بود که 8 میلیون کیلومتر مربع از جهان را از هندوستان تا مقدونیه فتح کرد. کوروش محبوب ترین پادشاه بین ایرانی هاست. حتی نامش در انجیل و تورات هم دیده می شود. چون 2500 سال قبل یهودیان دربند را از بابل نجات داد و به اورشلیم بازگرداند و یهودیان همواره کوروش را به عنوان ناجی می شناسند و از جایگاه و احترام ویژه‌ای در بین آنان برخوردار است. به گونه ای که نام خیابانها و فرزندان خود را کوروش می گذارند و حتی برایش تمر یادگاری نیز چاپ کردند. کوروش اولین شاهی بود که جهان غرب و شرق را به هم وصل کرد. قبل از آن حکومت‌های شاهنشاهی فقط به بین النهرین ختم می شد و هیچ شاهی پایش به اروپا نرسیده بود. کوروش نخستین شاه از شاهان جهان باستان بود که پس از فتح سرزمین‌های دیگر علاوه بر بخشیدن آزادی‌های اجتماعی به آنان با خشونت با آنان رفتار نکرد. حالا که تا اینجای ویدیو ما را همراهی کردید لایک و سابسکرایبمون کنید تا ادامه‌شو با هم ببینیم. آنان را در پرستش دین و آیین خود آزاد گذاشت و شهرهایشان را ویران نکرد و اولین منشور حقوق بشر را نوشت. آن هم در زمانی که شاهان دیگر به جنایت، خونریزی و کشت و کشتار خود افتخار می کردند و صحنه‌های جنایت خود را بر روی سنگ و گل حک می کردند. روز هفتم آبان برای ایرانیان همواره قابل احترام بوده و این روز را به کوروش بزرگ اختصاص دادند و آن را جشن می گیرند. اما چرا این روز؟ طبق رویدادنامه نبونید، کوروش که نواحی شرق و شمال غرب ایران را فتح کرده بود، در هفتم آبان سال 549 قبل از میلاد مسیح توانست بدون جنگ و خونریزی بابل ثروتمندترین و قدرتمندترین حکومت آن زمان را فتح کند و پای به این شهر بگذارد. از جمله آثار باقی مانده کوروش به منشور حقوق بشر او کاخ پاسارگاد و آرامگاه او در شمال شیراز میتوان اشاره کرد. نظر شما درباره کوروش بزرگ چیست؟ از همراهی شما با چنل دانستنی های جالب سپاسگزاریم و تا قسمت بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.